سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه دوستان عزیز. مجددا تبریک عرض میکنم، سال جدید رو و براتون پر از خیر و برکت و موفقیت آرزومندم. امشب در رابطه با یکی از اجزای مهم تذهیب صحبت میکنیم و به طور کل نقوش سنتیمون. در یک نقش تذهیب ما دو بند اصلی داریم، دو تا ساقه خیلی مهم داریم. یک ساقه، ساقه خطایی هست و یک ساقه هم ساقه اسلیمی. در واقع ساقه خطایی ساقه‌ای که در اونها گل، برگ و قنچه ها و اجزای اونها رو ما شاهد هستیم، نماینده ای از خانواده نباتات در واقع بوته‌ای یا گل هست. به شکلی میشه گفت که توی گیاهان ما دو دسته داریم، یا گل‌ها و بوته‌ها هستن یا درخت هستن، که خطایی میتونه نماینده بخش گل باشه، یک ساقه ساده شده گل، و اسلیمی نماینده درخت، که حالا الان جای صحبتش نیست. فعلا میخوایم امشب یک بند، یک گردش ساده خطایی رو در خدمتون طراحی کنیم. ما در مرحله اول کاری که باید انجام بدیم رسم ساقه هست. ساقه ها در خطایی بیشتر فرم حلزونی دارن، البته حرکت های مارپیچ هم هست، که حرکت های مارپیچ اضافه من این قسمت نظرات رو قطع کنم که تصویر مناسب تری داشته باشیم. عرض میکردم ساقه ها در تذهیب، چه در خطایی چه در اسلیمی، بیشتر فرم حلزونی میگیرن به خودشون، حالا با نام اسپیرال بعضی ها بیشتر میشناسن. خب ما الان فرصت این نیست که در رابطه با قواعد رسم حلزونی صحبت بکنیم، فقط همینقدر خدمتون توضیح میدم که حلزونی در واقع نیم دایره های به هم پیوسته هستن که در دور اونها، در دفعات دور اونها یک فاصله ثابت باید رعایت بشه، این فاصله که بهش فاصله قوسی میگیم. مدادی که من استفاده میکنم مداد رنگیه، یه مدار کم رنگ هست، بعد پر رنگش میکنم، جای نگرانی نیست اگه تصویر خوبی نمیبینید. وقتی که ساقه دیگه رو از این ساقه حلزونی انشعاب میدیم، باز هم باید این فاصله قوسی در اون هم رعایت بشه. اینکه حلزونی چطور انشعاب پیدا میکنه، هر حلزونی چند تا انشعاب میتونه داشته باشه، نسبت هایی که برای فاصله های قوسی باید در نظر بگیریم، اینها مواردی هستن که شما قبل از رسم ساقه ها باید اونو گذرونده باشین و بشناسید. هر نوع طراحی یا هر نوع قوس بندی رو ما توی کارمون استفاده نمی کنیم. من الان یک حلزونی طراحی کردم، این فاصله قوسیه که می بینید تا آخر
رعایت میشه. در این انشعاب بعدی هم به همین شکل. اما اگر میبینید که این قوس ما نسبت به این قوس کوچیکتر هست، در حالی که فاصله قوسی اون ثابته، به این جهت هست که تعداد دورش کمتره. مثلا الان اینو اگر پایینی رو در نظر بگیریم، تا اینجا یک دور، تا اینجا حدود یک و نیم دور یا نزدیک به دو دور زده، در حالی که اینجا یک و نیم دوره، یعنی تقریبا نیم دور کمتر از قوس پایینیه. ولی در هر شکل هر چقدر که انشعاب داشته باشه، این فاصله باید حتما ثابت بمونه. خب ما در این ساقه اصلیمون هست. ساقه های تذهیب دو بخش هستن، بعضی ساقه اصلی ها، بعضی ساقه فرعی. ساقه اصلی ساقه هست که تقریبا کشیده بلند و کامل تمام منطقه رو پوشش میده. ساقه های فرعی ساقه های کوچیکی هستن که از ساقه اصلی منشعب میشن. روی ساقه اصلی ما فقط گل میذاریم و تمام. بقیه قنچه، برگ، شکوفه، این اجزا باید بره توی ساقه های فرعی. خب زمانی که شما حلزونی رو طراحی میکنین، چند تا منطقه براتون ایجاد میشه. یکی از مهمترین مناطق اینجاست، یعنی محلی که ساقه ها از همدیگه جدا میشن، محل فصل ساقه است. این قسمت حتما حتما باید گل بذاریم، باید پوشیده بشه. ما میگیم که این درجه یک، این قسمت. اگر که اینجا من یک توضیح جداگانه بدم، ببینین چند شکل ممکنه ساقه ها با همدیگه پیدا بکنن. دوتا ساقه، یکی اینجا وقتی که دوتا ساقه از هم انشعاب پیدا میکنن، اینجا رو میگیم درجه یک. اما شکل دوم وقتی است که یک قوس اومده، حالا این یه دوره مثلا از هرچی، یک دور دیگه هم اومده در یک نقطه بهش برخورد کرده، یک نقطه تماس دارن. حالا این ممکن از انشعابات این باشه یا نباشه اصلا مهم نیست. دو تا ساقه به هم برخورد کردن، این نقطه، اینو ما میگیم درجه دو. و اگر که یک ساقه اینجا، یک ساقه هم از روش رد شده باشه، یعنی ایجاد یک چهار راه کرده باشن، اینجا رو هم بهش میگیم درجه سه. توی کار حتما باید درجه یک رو بیشتر اهمیت بدیم تو طرحمون. مثلا اگه گل درشت میخوایم بذاریم، ترجیحاً اینجا بذاریم اگر ممانعتی به جهت ترکیب نداریم. نشد یک گل متوسط، نشد یک گل ریز، حتما یک گل اینجا قرار بگیره. توی درجه دو ما معمولاً گل درشت نمیذاریم، ولی بازم بدون گل نیست. یک گل متوسط یا یک گل ریز حداقل باشه. تو این درجه سه ها اگر که این امکان است، حداقل یه گل ریز بذاریم، وگرنه حالا اگر هم تو ترکیبمون اجازه نداد که گلی یا جزئی بذاریم، مهم نیست. خب پس با این توضیح الان این منطقه میشه درجه یک. من یه گل درشت اینجا در نظر گرفتم، یعنی گل شاه عباسی یا گل پنبه‌ای. اندازه این گل رو چجوری به دست میاریم؟ از این فاصله قوسی. هر چقدر فاصله قوسی بیشتر باشه، خب بزرگتر باشه، بازتر باشه، این گل درشت‌تر میشه. این فاصله قوسی رو شما در نظر بگیرین، یک دایره به قطر این فاصله اگر رسم کنید، میشه اندازه گل درشتتون. حالا بعضی میگن دو سوم اون، یعنی یه مقدار از این فاصله قطر گل درشتمون کوچیک‌تر باشه. خب گل درشت رو که داشته باشیم، بعد دیگه اندازه های گل های دیگر رو راحت به دست میاریم. یعنی اگر این گل درشت ما باشه، اینو به سه قسمت تقسیم بکنیم، دو سوم این گل درشت، دو سوم این گل درشت این گلی هست که میشه گل متوسط. و اگر اینو به سه قسمت تقسیم کنیم،
دو سومون میشه گل ریز، که خب فرم گلهای ریز رو دیگه متوسط و ریز و درشت و دوستان احتمالاً آشنایی دارن باش. در واقع ما اینجا همونطور که عرض کردم میخوایم ترکیب کار کنیم. کسی اگر اون اجزا اولیه رو نمیشناسه خب باید ابتدا اونا رو یاد بگیره، آموزش ببینه. از این گل درشت ما میتونیم بازم استفاده کنیم، مثلا میتونیم در این منطقه قرار بدیم. یادتون باشه که گل درشت تو مرکز ثقل ساق میشینه، یعنی جاهایی که در واقع این گل میتونه به کل کار اشراف داشته باشه. گلهای درشت نزدیک به هم نباشن، یعنی ما اینجا نیم بلافاصله یه گل درشت بکشیم. توی نیم دور پایانی، یعنی این قسمت آخر، تو نیم دور پایانی ساقه ها هم قرار نمیگیرن. خب من میتونم اینجا رو هم یه گل درشت بذارم. هر چقدر به داخل میاد امکان گذاشتن گل درشت کمتر میشه. علتش هم اینه که چون این گل گل کشیده هست و بزرگ حجیمه، توی دورها وقتی به دورهای داخلی که میرسه خمش سنگ سخت میشه. ما اینجا ساقمون تقریبا بازه چون فضا و دور بیشتره، اینجا دور کمتر میشه، انحناء بیشتره و طبیعتا این گل باید خیلی دفرمه بشه. در فواصل بین اونها میتونیم از گل متوسط استفاده بکنیم، جاهاش رو با یک دایره مشخص کنیم. تا اینجا باز هم میتونیم هنوز گل درشت داشته باشیم. گلهای مثل پیچکی، پروانه‌ای، گلای پنج پر برگی، اینها میتونه جزو گلهای متوسطمون باشه. و بعد هم گلهای ریز. فواصل دیگر رو مثل این قسمت ها، اینجا من میتونم یک گل ریز استفاده کنم، تو این فاصله امکان گل ریز دارم، بعد دیگه تو این قسمت انتهایی این ساقه یک مقدار اگر این گل رو بیارم پایین تر، میتونم این گل ریزم اینجا داشته باشم. خب بس دیگه، بیشتر از این، این رو هم یه مقداری اگه جا به جاش بکنم بیارم این کنار ته. هم یه گل ریز تعداد نداره، مثلا بگیم روی هر ساقه ای چه تعداد، چون بسته به ترکیبه. تازه این یک ساقه آزاد خطای من الان دارم رسم میکنم، توی ترکیب که بیاد کنار اسلیمیا قرار بگیریم کلن ممکنه همش دفرمه بشه، جایگاه اینا همه به هم بریزه، چون اونجا اسلیمیست که به ما میگه که چی باید قرار بدیم در کجا. خب میریم رو ساقای فرعی. ببینید یک نکته ای که من همیشه تو کلاس ها به هنرجو میگم اینه که این ساقه خود شخصیت داره، نخ تسبیح نیست که فقط اینها رو به هم دیگه نگه داشته باشه و خودش مهم نباشه. بعضی ها میان مثل این کاره، مثلا سبک کشمیر و اینها کار شلوغ میکنه، همطور گل مثلا هنوز این فاصله نداره، یه قنچه اینجا، یه برگ، یه گل، یه شکوفه، همینطور کل این رو پوششش میدن و شلوغش میکنن. این اصلا خوب نیست. باز بعضی ها از اون ور بوم میفتن اصطلاحاً، مثلا میبینید یک نیم دور کامل قوس زده، یک دونه گل مثلا چارپر اینجا انگار که تیمونن تبرکن گذاشتن، خیلی کم گل، انگار مثل این ساقه های خزان زده میمونه.
خب شروع میکنیم به رسم ساقای فرعی. در جاهای مختلف میتونیم ساقه فرعی قرار بدیم. روی این ساقای فرعی ببینید، مثلا من میتونم اینجا رو، این گل رو که اینجا گذاشتم، حتی میتونم اینو برش دارم، همین ساقه فرعی قنچه بیاد که اینجا رو پوشش داده باشه، هم پوشانی کرده باشه. اینکه قنچه یا یک برگی بیاد روی مثلا یک بخش از ساقه رو بپوشونه، این مشکل نداره. فقط یادتون باشه که اجزا ساقه رو میتونن بپوشونن، نه گل رو. مثلا من نمیتونم یه قنچه بیارم روی این گل رو بپوشونه، نه، این کار نمیشه. انتهای ساقه، اینجا ساقه تمومه، یه برگ لوتوس میذاریم، ترجیحاً تک کنگره‌ای کوچیک. باز بعضیا اینجا میان و مثلا از این لوتوسای چند کنگره‌ای کشیده و بزرگ، یا مثلا 3-4 تا لوتوس رو تو هم دیگه میپیچونن. اشتباه، نباید این کار انجام بشه. اون جایگاه داره اون کاری که عرض کردم که چندین لوتوس رو میان رو هم دیگه سوار میکنن، اون جاش اینجا نیست. خطایی که شما تو تذیب کار میکنید، با خطایی که داخل یه قطعه خطی کار میکنید، با خطایی که برای تشعیر بیان کار میکنید، اینا با هم دیگه فرق میکنه. همشون خطایی هستن، ولی جایگاه اجزایشون با هم دیگه فرق میکنه، یه تفاوتهای ریز و ظریفی دارن که اگه ندونیم آسیب میزنه به کارمون. خب من امشب بیشتر از حد ترکیب بندی نمیتونم، در واقع بیشتر از این اتود اولیه پیش نمیرم. یکی دو سه تا از گلها رو براتون رسم میکنم، کاملش میکنم و بعد انشالله ادامهش رو در شب دیگه اطلاع رسانی میکنم و در خدمتون هستم. گلها رو وقتی میخواین که سوار کنین، باید به شکلی سوار کنید که ته کاسبرگ اون وسط گل، مثلا اگه گل شاه عباسی اون آینش، و انتها این سه تا نقطه، یعنی بالاترین نقطه مرکز گل و پایین ترین نقطه، حتما روی ساقه باشن. پس ساقه همینطور که میچرخه اون گل هم باش میچرخه. مثلا این طرف یه مدار فشرده تره، اینجا بازتر میشه، پس من این برگ رو باید یه مدار پایین تر بکشم، این برگ رو یه ذره ببرم بالاتر، این پایین تر.
تو کارهای قدیمی گل پنبه‌ای درشت‌ترین گل بوده، طوری که از گل شاه عباسی هم بزرگتر. حتی در بعضی از کارها گل شاه عباسی رو همردیف گل‌های متوسط می‌گرفتن و گل پنبه‌ای گل شاخص و درشت. خب اجازه فرمایید که تا همین مرحله برای امشب کفایت میکنه، باز ادامهش یکی دو جلسه طول میکشه تا کاملش بکنم. خب من یه سوالات رو ببینم تا جایی که میتونم جواب بدم. عذرخواهی میکنم برای شروع زودتر اطلاع رسانی کرده بودم تو استوری، یه مورد پیش اومده بود که من مجبورم زودتر برنامه رو قطع کنم. ویدیو رو من گوشیم غالبا اجازه سیو نمیده. خودتون میتونید سیو استوری رو از بازار بگیرید، نصب کنید و لایو ها یا استوری ها رو تا اون 24 ساعتی که هست فرصت دارین که ضبطش کنید. انتهای ساقه میشه شکوفه یا قنچه استفاده کرد؟ بله میشه، ولی مخصوصا حلزونی رو ترجیحاً از لوتوس استفاده کنه. خب انتهایش باید برگ باشه که عرض کردم. حالا اگه سوالات دیگه ای بود در جلسات بعدی انشالله خدمتون عرض خواهیم کرد. انشالله که موفق باشین و شبتون بخیر.